سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. خیلی ممنون که تا به اینجا همراه ما بودید. ما در این قسمت همراه هستیم با سرکار خانم دکتر لیلا تغابی. ایشون در قسمت وبینار پیشرفته کوانتوم کامپیوتینگ همراه ما هستن. ما جلسه رو بهشون تقدیم میکنیم. بفرمایید سرکار خانم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من خسته نباشید میگم بهتون، به وقتی به خاطر این اتفاق که افتاد نمیدونم صدا چرا قطع شده بود. خب موضوعی که من میخوام در موردش صحبت بکنم درباره به طور کلی کوانتوم ماشین لرنینگ هستش و به طور خاص در مورد آنچه بهش کوانتوم نورال نتورک میگیم و اینکه آیا ما میتونیم از این کوانتوم کامپیوترهایی که الان در دسترسمون هستن و حالا یه سری محدودیت‌هایی دارن استفاده بکنیم و این در واقع تسک هایی که توی مسئله های ماشین لرنینگ داریم رو بتونیم بهتر حلشون بکنیم یا نه. خب اجازه بدیم که یه سری مقدمات بگم اول. حالا میدونم که حالا خیلیاتون آشنا هستین با مسئله ماشین لرنینگ و اینا، ولی بذارید من کل مقدمات رو از ابتدا مرور بکنم که مطمئن باشیم که همه متوجه همه چی خواهند شد. خب ما توی یک تسک ماشین لرنینگ فرض می‌کنید که ما یک مسئله سوپروایز لرنینگ داریم به این شکلی که ما یه تعدادی داده بهمون دادن که این داده‌ها یه لیبلی دارن و ما می‌خوایم یه در واقع مدلی بسازیم که این مدلمون با گرفتن یه داده‌ای اون لیبل رو برای ما تشخیص بده. برای مثال داده‌های می‌تونن به این شکل باشن که یه سری تصویر باشن، فرضاً یه سری تصاویر مثلا سگ و گربه هستن و ما می‌خوایم این مدلمون رو، مدلی که بهش اف می‌گیم، رو جوری بسازیم که با گرفتن این ورودیمون که X هستش که همین که تصاویر هستن لیبل اونو برای ما تشخیص بده. و خب یه تعدادی متغیر داره این مدل ها که ما این متغیرها رو قراره که تیونشون بکنیم طوری که مدل ما بتونه به درستی اون لیبلی که میخوایم رو برای ما تشخیص بده، یعنی داده های جدیدی که میگیره رو بتونه لیبلشون رو تشخیص بده. لیبلی که تشخیص بده ما بهش وای هت میگیم و نیتمون هست که این وای هت به وای تا حد ممکن، تا حدی که میتونیم نزدیک باشه. خب ساده‌ترین مدلی که برای این کار وجود داره یک مدل خطی هستش که ما فرض می‌کنیم که خب این x بردار ورودیامون هستن. خب یه بردار متغیر تتا داریم، تتا رو در x ضرب می‌کنیم، با یه بایسی جمع می‌کنیم و فرض می‌کنیم که مدل ما به کمک این تابع خطی ساخته شده باشه. اگه بخوام یه خود این مدل بیشتر بکنیم، می‌تونیم یه تابعی که غیر خطی باشه رو بعد از اینکه این مدل خطی رو محاسبه کردیم روی این مدل خطی ما در واقع پیاده سازی بکنیم که این تابع همین سیگمایی هستش که اینجا من نوشتمش. خب حالا به طور شماتیک اگه بخوایم اینو نمایش بدیم، میتونیم یه همچین نموداری داشته باشیم که این نودهای لایه اول در واقع همین ورودیای ما هستن که x1 تا xn کد شدن دارن داخل سیستم میشن. وزن‌ها رو روی یال‌هامون می‌ذاریم که همین تتا هستش و این سری نودهایی که اینجا هستن همون جایی هستن که این تابع غیر خطی ما دارن اعمال میشن. و حالا همونطور که میدونید حالا این از یه شبکه عصبی برای ما میسازه که ما میتونیم این کار رو هی تکرار بکنیم، یعنی وزنهای دیگه هم دوباره بذاریم و این کاری که توی لایه اول کردیم رو توی لایه بعدی دوباره تکرار کنیم و همینطور الی آخر این تکرار بکنیم تا یه دونه شبکه عمیقی از اطلاعات بسازیم که داره در واقع یه سری یه حرکت خطی اینجا انجام میده با یه سری وزنهای متغیر و یه تابع غیر خطی اعمال میکنه، دوباره یه دونه خطی داره، یه دونه غیر خطی داره، همینطور الی آخر. و چیزی که میدونیم اینه که یه چیزی به اسم یونیورسال اپروکسیمیشن تیورم ما داریم که به ما میگه که یه همچین مدلی که از ترکیب این تابع خطی و غیر خطی ساخته شده اگر که ما داشته باشیم، میتونیم هر دیتا ستی که داشته باشیم رو مدلش رو به کمک این در واقع بسازیم، یعنی توانایی ساختن هر مدلی که مدلمون بخواد رو به کمک این مدل داریم. خب بزنم یه مثال بزنم. برای مثال فرض کنید که اون دیتا ستی که ما داریم متشکل از یه تعدادی عکس باشه که این عکس‌ها یه سری تصاویر 28 در 28 هستن که این دیتا ست تست معروفی هستش، اسمش امنیست هستش، متشکل از 60,000 تا تصویر دست نوشته از اعدادی که دست نوشته هستن در واقع عدد 0 تا 9 و ما می‌خوایم این شبکه عصبی که داریم رو جوری آموزش بدیم که این تصاویر رو برای ما تشخیص بده و توی خروجی لیبل 0 تا 9 رو به ما به عنوان خروجی بده. خب برای اینکه تست بکنیم که این مدل داره خوب کار می‌کنه یا نه، هم ما 10,000 تا تصویر اضافه تر توی این دیتا ست داریم که وقتی که مدلمون رو ترینش کردیم و مدل اینطوری شد که ورودی بهش میدیم یه دونه خروجی عدد 0 تا 9 بهمون میده، وقتی تصاویر جدید رو بهش میدیم و تست می‌کنیم که چه مقداری از این داده‌های ما داره لیبل درستی تشخیص میده.
خب چیزی که هسته که اگر که ما یه نورال نتورک داشته باشیم که از دو تا لایه، حالا این لایه های وسط رو بهش هیدن لایر میگیم، این قسمت اول که داده ها رو داره وارد در واقع نورال نتورک ما میکنه اینپوت لایر میگیم بهش، و این قسمت آخر هم بهش آوتپوت لایر میگیم به اصطلاح. اگر که ما تعداد این لایه هامون رو دو تا فقط بذاریم، تعداد هیدن لایرمون دو تا باشه و تعداد نورون ها رو به این شکل بچینیمشون که توی لایه اول 784 تا باشه، توی لایه دوم 800 تا و آوتپوت لایرمون شامل 10 تا نورون باشه، میتونیم با ارور ریت 0.7 توی روی این سامپل ستمون در واقع تشخیص بدیم که به درستی تشخیص بدیم که لیبل ورودیمون چی بود. حالا اگر که این لایه ها رو زیادترشون بکنیم، حالا با این کامپیوتیشن که اینجا نوشته شده این شبکه عصبیمون رو ترینش بکنیم، میتونیم به ارور کمتری برسیم که 0.35 هستش. خب چیزی که هست اینه که میبینیم که وقتی که این لایه ها رو زیاد میکنیم تعداد متغیرامون زیادتر میشه و هر چقدر که متغیر زیادتر بشه اون قسمت اپتیمیزیشن ما، اون قسمتی که قراره که این متغیرهای سیستم رو اپتیمایزش بکنیم، هزینه برتر میشه و سخت‌تر میشه در واقع اینکه ما ترین بکنیم این شبکه عصبی که داریم رو. خب چیزی که هست اینه که تخمینی که وجود داره اینه که توی 10 سال آینده 60% انرژی که توی زمین مصرف میشه صرف پردازش اطلاعات میشه و این عدد خیلی عدد بزرگیه. پس ما از هر چیزی که بتونه این اطلاعات رو سریعتر پردازش بکنه استفاده میکنیم. به طور خاص کوانتوم کامپیوترها برای که همچین کاری انجام بدن و این اطلاعاتی که ما داریم رو ادعا میشه که بتونن به طور سریعتر پردازش بکنن. پس این معقول هستش که ما با کوانتوم کامپیوتر ببخشید تصفیه نورال نتورک خودمون رو حل بکنیم بریم سراغ کوانتوم کامپیوترها. خب پس حالا یه واژه اینجا به وجود میاد به اسم کوانتوم ماشین لرنینگ که ببینیم توی کوانتوم ماشین لرنینگ ما چه کاری میتونیم انجام بدیم. خب 4 تا حوزه ما میتونیم توی کلا ماشین لرنینگ داشته باشیم. یکی اینه که خب ما داده هامون به شکل کلاسیک باشن و الگوریتمی که داریم هم کلاسیک باشه که میشه همون کلاسیکال ماشین لرنینگ که داریم و تا حالا خیلی هم زیاد الان توی دو دهه اخیر خیلی زیاد توی تسکای زیاد واقعا استفاده شده و خیلی زیاد کاربردهای زیادی داره. اونجایی که ما بهش علاقمند هستیم این هستش که ما داده هامون کلاسیک باشن و ما پردازشمون و الگوریتم هامون رو کوانتومی بکنیم. این دیگه هست که ما بهش خیلی علاقمند هستیم و بهش کار بکنیم. قسمت سوم اینه که داده هامون کوانتومی باشن و ما پردازش کلاسیک بخوایم انجام بدیم، که اینم چیز خیلی سختیه چون داده های کوانتومی رو اگه بخوایم شبیه سازی کلاسیک بکنیم، اگه که تا که قبلی رو دیده باشین حتما توش دیدین اینو، که این کار واقعا زمانبر و سختی هستش که بتونیم به کمک یه ماشین کلاسیک در واقع شبیه سازی بکنیم یه چیز کوانتومی رو، یه سیستم کوانتومی رو. و قسمت سوم هم اینه که داده هامون کوانتومی باشن و دوباره از یه دونه کوانتوم کامپیوتر یا الگوریتم کوانتومی استفاده بکنیم که بتونیم پردازش رو اونو انجام بدیم. کاری که ما دوست داریم انجام بدیم اینه که چون کوانتوم کامپیوترهایی که الان در دسترس ما هستن یه سری محدودیت‌هایی دارن، ما دوست داریم که الان یه سری روش‌های هایبرید بسازیم به این شکل که خب ما الگوریتممون کلاسیک و کوانتوم با هم دیگه باشن، ولی خب اون تیکه‌هایی که می‌دونیم که به شکل کلاسیک انجام دادنشون سخت‌تر هستن و زمان‌بر هستن و اینا رو بسپاریمشون به کامپیوتر کوانتومی. یکی اینه که خب ما تعداد گیت هایی که میتونیم پیاده پشت سر هم اپلای بکنیم روی داده هامون تعدادشون محدود هستن، یعنی از یه تعدادی بیشتر دیگه اگر که بشه اون سیستمون دیکوهیر میشه و نمیتونیم محاسباتمون رو انجام بدیم. پس عمق سیرکتمون نمیتونه خیلی زیاد باشه و عمق محدودی دارن این کوانتوم کامپیوترهایی که الان در دسترس ما هستن. محدودیت دومی که باهاش مواجه هستیم اینه که خب این هایی که ما اعمال میکنیمشون همه نویزی هستن و برای اینکه ما بخوایم این نویز رو کاهشش بدیم، چیزی که لازم داریم اینه که خب یه چیزی مثل همون ارور کرکتینگ کدهایی که توی
دنیای کلاسیک داریم که معمولا اینجوری هستن که مثلا اگه یه بیتی داشته باشیم برای اینکه این مثلا ارور کرکشن روش انجام بتونیم بدیم و اینو مثلا یه جوری انکدش بکنیم که بتونیم خطا رو تشخیص بدیم، اینه که این بیت رو یه ترانسفورمیشن روش انجام بدیم و یه تعداد بیت بیشتری احتیاج داریم که این بیت رو توش ذخیره بکنیم. یعنی یه کدی میسازیم که کدای خود طولش بیشتره و حالا این کمک میکنه با ما که بتونیم مثلا این خطاها رو تشخیص بدیم وقتی اتفاق میفته. مثلا فرض کنیم مثلا ریپیتیشن کد، مثلا اینکه مثلا من یه بیت رو مثلا 10 بار تکرار میکنم، بعد این 10 بار تکرار یکشون اگر که مشکل پیدا کنه اون 10 تای بعدی تشخیص میدم که حالا مثلا خطای کجا اتفاق افتاده و با یه ماجوریتی گرفتم میتونیم بفهمیم خطا کجا بوده. پس اگر که من تعداد کیوبیت هم بیشتر باشه شاید بتونم این ارور کرکشن رو اینجا هم انجام بدم. یعنی این امیدی بود که انجام بشه و حالا یه سری کدهای ما داریم که میتونیم به کمک جنرال پروژکشن انجام بدیم، ولی مشکلی که وجود داره اینه که ما تعداد کیوبیت هایی هم که توی کوانتوم کامپیوتر های که الان هستن داریم تعدادشون محدوده، به طور خاص عددشون بین 50 تا چند صد تا بیشتر نیستش و اینکه ما بخوایم این پروژکشن رو انجام بدیم تعداد کیوبیت هایی که لازم داریم خیلی بیشتر از این عددها هستش. حالا برای اینکه دستتون بیادش که ما چقدر کیوبیت لازم داریم تا بتونیم مثلا یه تسک جنرال رو انجام بدیم، همینقدر بدونید که مثلا ما حداقل مثلا 1,000,000 تا کیوبیت لازم داریم تا بتونیم یه دونه کوانتوم کامپیوتری که جنرال پرپس باشه رو بتونیم بسازیم. خب برای اینکه یه تصویر حالا یه خورده با شفاف‌تر از این داشته باشین، در مورد RSA کدها حتما شنیدین و در مورد الگوریتم شور که ادعا می‌کنه که می‌تونه این کدهای RSA رو بشکنه برای ما و اینکه خیلی سر صدا کرد و خیلی عملا به این سمت رفتن که حالا مثلا یه سری انکودینگ های داشته باشن که مثلا کوانتوم کامپیوتر رو تونن بشکننشون اینا، ولی واقعیت که وجود داره اینه که ما اگر بخوایم یه دونه RSA کدی رو که تعداد بیت هاش 2048 تا باشه رو بشکنیمش احتیاج داریم که یه دونه کوانتوم کامپیوتر داشته باشیم که 20,000,000 تا کیوبیت داشته باشه و این کوانتوم کامپیوتر ما باید 8 ساعت متوالی کار بکنه تا بتونه یه از این کدا رو بشکنه. پس خیلی هم چیز در دسترس نیستش، یعنی خیلی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یه همچین تسکایی رو به کمک کوانتوم کامپیوتر حداقل در 4-5 سال آینده بتونیم انجام بدیم. یعنی یه خورده باید برای اینکه برای کوانتوم های نزدیکمون تسک تعریف بکنیم باید حواسمون باشه به این لیمیتیشن ها و اینکه ما باید خودمون رو در این قالب ها بگنجونیم که بتونیم از این کوانتوم کامپیوترها استفاده بکنیم. خب حالا بپردازیم به اینکه ما کلا این کوانتوم نورال نتورک هامون رو چجوری باید تعریفشون بکنیم که حالا معادلمون کلاسیکال نورال نتورک ها باشن و بتونیم سر تسکای که اونجا بودن رو بکنیم که اینا انجامشون بدیم. خب من یه این تصویر اون کوانتوم این همون کلاسیکال نورال نتورکی که داشتیم رو اینجا برای شما آوردم دوباره. خب اجزای اصلی تشکیل دهنده این من با سه تا رنگ اصلی نشونشون دادم، قرمز و سبز و آبی. قرمز ببخشید قسمت اولش هستش که در واقع اون قسمتی هست که داده ها رو وارد شبکه ما میکنه، قسمت دوم قسمت سبز رنگ واحد محاسباتی ما هستش و قسمت آبی رنگ هم جایی هستش که خروجی رو ما میخواییم ازش بگیم. خب حالا ما بیم قدم به قدم اینو به کمک یه دونه سیرکت کوانتومی بسازیمش. خب همونطور که دیدیم توی تاک های قبلی حتما هر وقت ما یه سیرکت کوانتومی داریم فرض میکنیم که ورودی سیرکتمون در حالت 0000 آماده شده شده باشه. حالا ما این کیوبیت هامون رو همه رو در حالت صفر میذاریم و مرحله اول که میخواییم دیتا هامون رو وارد سیستممون بکنیم یه دونه در واقع یونیتاری باید داشته باشیم که این یونیتاری وابسته به اینپوت ما هستش و میاد اینپوت ما رو در واقع کد میکنه یه جوری و اینو میفرستتش توی این سیرکت کوانتومی. مرحله بعدی مرحله هستش که باید محاسباتمون رو انجام بدیم یا همون هیدن لیرهایی که توی در واقع کلاسیکال نورال نتورک داشتیم و اینکه اون هیدن لایر های ما یه سدادی وزن داشتن، ما این وزن ها رو میایم میذاریمشون توی دلمون یونیتاری هایی که اون گیت های یونیتاری که در واقع توی این وایت های محاسباتیمون داریم و من یه دونه تتا یک اینجا گذاشتم که این تتا یک یه برداریه از اون متغیر هایی که متغیر ها مربوطه به اون گیت هایی که توی این حالا واحدی که من رنگش هم متغیر باشن برای اینکه این تدایی که قراره که متغیر باشه. بعد حالا برای اینکه حال کلی ترین حالت رو در نظر بگیرم فرض کنم که یه یونیتاری دیگه هم بعد از این دارم اعمال میکنم که یونیتاری دیگه متغیر توش نداره، یعنی یه سری گیت ثابت باشه. خب این میشه یه لایه از این شبکه عصبی کوانتومی من. حالا من میتونم این لایه رو تکرار بکنم و در واقع اون هیدن لایر هایی که توی چیز کلاسیک داشتم و این شکلی با تکرار کردن این لایه تکرارش بکنم و تعداد هیدن لایر رو زیادترشون بکنم. قسمت آخرش هم که قسمت آوتپوت هستش، خب ما آوتپوتی که می‌خوایم از یه دونه سیرکت کوانتوم بگیریم رو به کمک میجرمنت می‌تونیم بگیریم. خب ما یه سری ابزرورابل تعریف می‌کنیم و میجرمنت رو انجام می‌دیم و خروجی رو از سیستممون استخراج می‌کنیم.
خب چیزی که الان ما ساختیم مدل با یه دونه نورال نتورک کلاسیک شد که حالا به شکل کوانتومی طراحی شده، ولی خب یه سری مشکلات اینجا وجود داره. اولیش اینه که ما گفتیم که اون یونیورسال اون قضیه که میتونیم که هر مدلی که داشته باشیم رو به کمک یه دونه کلاسیکال نورال نتورک بسازیم، اون در مورد این صادق نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه ما اینجا هیچ چیز نانلینیری نداریم، یعنی تمام این لیرهایی که ما اینجا داریم همشون، این عملیاتی که ما داریم اینجا انجام میدیم، تمام این گیت هایی که ما هستن همه خطی هستن، هیچ عملیات نانلینیر بین این در واقع لایه ها ما نذاشتیم. توی قسمت کلاسیک اگه یادتون باشه هر کدوم از این نودها یه تابع غیر کلاسیک توشون، ببخشید یه تابع غیر خطی توشون بود که ما این تابع غیر خطی رو اینجا نداریم. خب حالا برای اینکه این غیر خطی هم بتونیم وارد این در واقع چیزمون بکنیم، وارد این سیرکتمون بکنیم، یه راههای مختلفی وجود داره. یکیش اینه که به کمک این میجرمنت این کار انجام بدیم. همونطور که دوباره حتما توی تاکای قبلی دیدین، تنها عملگری که توی چیزهای کوانتومی انجام میشه و خطی نیستش اون قسمت میجرمنتش. پس این میجرمنت میتونه غیر خطی رو یه جوری برای ما در واقع اون کاری که غیر خطی هست برای ما انجام بده. پس میتونیم امیدوار باشیم که این مدلی که ساختیم مدل خوبی باشه و بتونه یه سری تسک برای ما حل بکنه. خب یه مرحله دیگه هم ما لازم داریم برای اینکه این سیرکتمون تکمیل بشه و اونم این هستش که ما باید بتونیم ترین بکنیم این پارامترا رو، این دتکتا دو رو، که مدلمون در واقع ترین بشه و بتونه خروجی رو به درستی تشخیص بده. خب برای اینکه این کار بکنیم ما از این خروجیامون، اون قسمت هایبرید اینجا میاد وارد کار میشه. ما برای اون قسمتی که میخوایم ترین بکنیم خروجیامون، این متغیرامون رو، یه دونه اپتیمایزر کلاسیک میذاریم که این اپتیمایزر کلاسیک میاد خروجی میجرمنت های ما رو میگیره و یه حاله یه کاست فانکشن رو تعریف میکنه که میتونیم مثلا فرض کنیم که کلاسیفیکیشن باشه، میتونیم کاست فانکشنمون رو مثلا مین اسکوئر ارور بگیریم، یعنی فرض بکنیم که مثلا یه واحد رو داریم میگیریم، واحد من های وایو میخوایم فاصله شو مینیمایز بکنیم و به کمک این حالا یه کاست فانکشن به دست میاریم، کاست فانکشن رو میخوایم مینیمایزش بکنیم، میتونیم از گریدینت دیسنت استفاده بکنیم و متغیرهامون رو به این شکل آپدیت بکنیم و متغیرهای آپدیت شده رو میدیمش به سیرکتمون، دوباره سیرکت رو از اول ران میکنیم، خروج جدید میگیریم و همینطور این پروسه انقدر تکرار میشه تا ما بتونیم در واقع مدلمون رو ترینش بکنیم و به چیزی که دلمون میخواد برسیم. خب من اگر که کسی سوالی داره و دوست داره در حین صحبت بپرسه، من فکر میکنم همونجا توی چت اگر که بنویسین برای من بخونه سوالا رو، شما الان روی صفحه اسکرین شیر هستم نمیتونم سوالی اگه مینویسین ببینم، اگه سوالی مینویسن مثلا برای من بخونینشون. خب سلام عرض شد خدمت شما خانم دکتر. بله یه چند ثانیه که نه، یه تقریبا 2-3 دقیقه استراحت یه بریکی بدیم، بعد به صورت در واقع تصویری پرسش و پاسخ خواهیم رفت ان شاء الله. بعد از سخنرانی منظورتونه؟ بله بله بله. باشه بسیار. خب علی در حینش هم اگه سوالی بودش که دیدین که داره منقطع میکنه، یعنی از یه جا متوجه نمیشین و اینا، لازم بود که در حین سخنرانی پرسیده بشه، مشکلی نیست اگه خواستید. حتما اگه سوالی بود که لازم بود خدمتتون میگیم، چون شما سوالای بچه‌ها نمیدین ما جواب میدیم در انتها خدمتتون. اصلاً درد نکنه، متشکرم. خب حالا این سرکت که ما ساختیم یه سری لیمیتیشن داره که این لیمیتیشن ها به دو دسته تقسیم میشن، حالا من خودم به دو دسته تقسیمشون کردم. قسمت اول لیمیتیشن هایی هستن که از اینجا میان که خب ما اینا رو داریم روی یه دونه چه نیسک ارا در واقع داریم ازشون استفاده میکنیم، یعنی روی یه دونه کوانتوم کامپیوتری که کیوبیتاش محدودن، تعداد گیتایی که میتونن بزنن محدودن، روی این میخوام پیاده سازیش بکنیم. و خب محدودیت هایی که برای ما ایجاد میکنه یکی اینه که ما تعداد کیوبیت هایی که داریم خب محدودن، تعداد کیوبیت همون محدودن، ما ورودی که میخواییم به این سیرکتمون بدیم نمیتونه بودی خیلی بزرگ باشه، یعنی مثلا مگه که تصویر خیلی بزرگی داشته باشم، مثلا پس که تصویر 100% داشته باشم و بخوام اینو بدمش به یه دونه کوانتوم کامپیوتر، تعداد کیوبیت هایی که لازم دارم برای اینکه اینو در واقع کدش بکنم ممکن خیلی زیاد باشه، حالا بستگی به اینکه اون الگوریتم کدی ما چه جوری باشه احتمالاً تعداد کیوبیت خیلی زیادی لازم دارم. و خب این یه محدودیت به من میده، من نمیتونم پس هر تصویری رو هر جوری که دارم میخواد کدش بکنم، باید یه سری الگوریتم خاصی برای انکد کردن داده هام داشته باشم که بتونم لیمیتیشن رو یه جوری دور بزنمش. لیمیتیشن بعدی اینه که خب من تعداد گیت هایی که میتونم بزنم محدوده پشت سر هم دیگه، پس نمیتونم عمق سیرکتم رو خیلی زیاد بکنم، اینم دوره محدودیت دیگه است. و اینکه اون هزینه و این انکدینگ کردن من هم در هزینه
بره، یعنی هم که گفتم همونطور که گفتم اگر که متد اگر که بعد ورودی خیلی بزرگ باشه، حالا یه سری الگوریتمای مختلفی برای انکودینگ وجود داره که من جلوی برسیم تاشون صحبت میکنم، ولی خب این انکود واقع برای من هزینه بر هستش. اما مشکلی هم هست اینه که ما الان حافظه کوانتومی هم نداریم، یعنی من اگر که یه سری تصویر رو مثلا انکود بکنمش توی یه سری کیوبیت نمیتونم اینا رو طولانی مدت نگهشون دارم اونوالی یا حافظی ازشون استفاده بکنم. در واقع بار ما این نوع انکودینگ رو این محاسبه جام پیل میره. خلاصه اینکه انکودینگ وزینه داره در واقع بزرگ نگه میتونی هست که ما با ها باجه هست. خب دسته دوم لیمیت ها که من حالا میخوام بهشون اشاره بکنم یه سیزی هست برم پلاتو که این توی کوانتوم نفرک ها زیاد میشه و این هستش که شما اگر که کوانتوم که داشته باشید که کوانتوم داشته باشید و تعداد لایه‌ای که داره خیلی زیاد تعداد لایه‌ها هست خاطر که بیشترن و تعداد لایه‌ها شکلی باید زیاد شدن لایه‌ها دو مقایی زیاد میشه دو مقایی که زیاد ما به یه جایی میریم که اون کاست فانکشن تقریبا مسطح میشه و شما از هر طرف کنید گرادیانتون انگار صفر و یا منید ترینینگ رو انجام بدین و حالا همطور که تو این عکسی که اینجا هست عکسی خود شما چیز ببخشید خانم دکتر الان من اینجا تعداد متلای بوده خب این سطح این یه شکلیه که من هر جایی که باشم خانم دکتر ببخشید ما صدای شما رو یک مقدار در واقع با تداخل داریم، حالا میخواستم که خواهش کنم حالا یه ببینید یه بازنگری ببینید اگه میشه یا اگه مثلا با فاصله آروم صدام فرق. یعنی صداتون یه مقدار صدام؟ نه صداتون وسط صحبت یه مقدار قطعی های خیلی کوچیک داره. آره فکر میخواد با تومنینه بیشتر اگه صحبت بکنم شاید چیز تر بشه ممکنه. آره ممنون از شما، مرسی، لطف میکنم، مرسی. ممنون. اگه هنوز مشکله فکر میکنم یک مقدار آرومتر احتمالاً بهتر خواهد شد، یک مقدار قطعی ها هست ولی فکر کنم آرومتر احتمالاً مشکل برطرف شد. آها اوکی، خب من سعی میکنم یه ذره با پیست آرومتر صحبت کنم که شما بتونید حتی اقل چیز بکنید. خب بله همونطور که احتمالا زیاد کنیم ببخشید باز واقعا شما مزاحمت میشم، ما یک در واقع تداخل آروم صحبت کردن مثل این تحصیل نداریم، یه تداخل تو صداتون داریم. حالا اگه کیفیت صدا در واقع قطع و وصلی داره، اگه میخواید یک بار ریفرش کنید سفر رو میخواید دوباره وارد شید که ببینیم شاید بهتر بشه. بذاریم من سعی کنم با اینترنت موبایل وصل بشم شاید مشکل حل بشه. ممنون از شما، مرسی. بله صدای منو داری؟
بله دکتر، صداتونو داریم، فقط یک مقدار احتمالا شروع کنید، انشالله که صدا خوب شده باشه. آره خب من اجازه دسترسی به من بدین که من صفحه رو به اشتراک بذارم. مرسی. بله صدا به نظر میاد که الان تیکه که شما صحبت کردین خیلی خوب شده. حالا انشالله که در ادامه. من با موبایل وصل شدم، امیدوارم که مشکلی نباشه. آره الان خیلی خیلی صدا خوبه. ممنون از شما. خیلی خوب. آره داشتم میگفتم که وقتی که ما تعداد لایه‌ها رو زیاد می‌کنیم، همونطور که می‌بینین این الان این چیزی که اینجا کشیده شده همون کار فانکشن ما هستش. هر چقدر تعداد لایه‌ها زیادتر میشه، این سطحی که ما اینجا داریم می‌بینیم فلت میشه و این باعث میشه که ما نتونیم در واقع در جهت مینیمم گرادیان حرکت بکنیم و اون ترینینگمون رو انجام بدیم. خب حالا یه سری روش‌هایی وجود داره که ما در واقع این برامپراتور رو اوایدش بکنیم و بتونیم در واقع این ترینینگمون رو انجام بدیم. اولش اینه که خب ما میتونیم کاست فانکشنی که داریم رو یه خورده تغییر بدیم. ببخشید ما اسلایدهای شما رو نداریم چون با ارکان جدید مدی اسلایدتون بارگذاری نشد. نشد. الان داریم. علاقه داشته باشه. در حال بارگذاری دکتر. آها. بله اومدش. خیلی خوب. خب همونطور که گفتم یه روش هایی وجود داره برای اینکه ما این برامپلاتو رو بهش بر نخوریم و بتونیم در واقع اون ترینینگ رو برای شبکه‌مون انجام بدیم. اولش اینه که خب ما این کاست فانکشنی که داریم رو به شکل لوکال تعریفش بکنیم، به این معنی که مثلا جمع یه سری لوکال ترم باشه توی اون ابزرویبلای که داریم تعریف میکنیم موقع اندازه گیریمون. و اگر که این کار رو بکنیم اون وقت میبینیم که اگر که طول سیرکتمون حالا کمتر از پالی لاگ ان باشه، اون وقت میتونیم این برامپراتورها رو یه جوری عوضش اواید بکنیم. راه حل دومی که هست اینه که ما این پارامترهایی که داریم رو توی سرکتمون، اون متغیرهایی که توی سرکتمون داریم رو به شکل رندوم از اول نذاریمشون توی سرکتمون. یعنی یه سری حدس هوشمندانه بزنیم یه جوری که مثلا نزدیک باشیم به اون به جایی که داریم میریم توی اون در واقع دره، یعنی خیلی از دورتر اگه شروع نکنیم نزدیک به اون دره باشیم، اون وقت میتونیم دوباره این ترنگمون رو داشته باشیم. این هم روش دومی هستش که میتونیم استفاده بکنیم. روش بعدی اینه که به جایی که کل سیرکتمون رو با هم دیگه در واقع ترینش بکنیم، لایه لایه بریم جلو و سیرکتمون لایه لایه بسازیم و هر لایه رو که میسازیم اون پارامترهای اون لایه رو یه دور ترین بکنیم، فیکسشون بکنیم، بریم سراغ لایه بعدی. بعد همینطوری که جلو بریم، این هم یکی از روش‌هایی هستش که میتونیم ازش استفاده بکنیم و در واقع از این برامپراتور فرار بکنیم. خب حالا من این اجزایی که توی کوانتوم نورال نتورکمون داریم رو به شکل دونه دونه میخوام براتون توضیح بدم که هر کدوم رو به چه شکلی میتونیم در واقع چیز بکنیم. ما به شکل بلک باکس دیدیم تا حالا، یه خود بریم تو دلشون ببینیم که هر کدوم رو چجوری میتونیم پیاده سازیشون بکنیم در واقع. خب اولین جزء سیرکتمون این بودش که باید ورودی هامون رو در واقع انکود میکردیم و وارد سیرکتمون میکردیم. خب برای اینکه این کار بکنیم شکلی که خب فرض کنیم که من یه دونه عکس دارم، این عکس خب یه موجود کلاسیکیه که با یه تعداد بیت داره نمایش داده میشه. من خب اینو تبدیلش بکنم به یه استیت کوانتومی که حالا من اینجا با یه مثلا کت گربه نشونش دادم و یه همچین سیرکتی میخوام داشته باشم که این ایکس من رو در واقع توی دل خودش داشته باشه، یه انکودینگ انجام بده و این کیوبیت های منو ببره حالا به استیت مثلا سگی که حالا اینجا هستش. خب اولین روشی که برای این کار داریم که بهش بیسز انکودینگ میگیم به این شکل هستش که میاد ورودی های ما رو در واقع هر کدوم از ورودی ها رو به یه دونه از کامپیوتیشنال بیسز استیت های ما میبره. به چه شکلی؟ مثلا فرض بکنه که من اگر که مثلا تصویر من مثلا یه داده ای دارم که داده مثلا 0 0 0، خب من اینو میبرمش توی سه تا کیوبیت انتخاب میکنم و این سه تا کیوبیت رو میبرم به حالت 0 0 0 0، این میشه انکد شده در واقع این ورودی من. مثلا اگر که ورودی من مثلا باشه 1 0 0، دوباره سه تا کیوبیت میذارم و اینو میبرمش به حالت 1 0 0 0. خب چه اتفاقی میفته؟ اگر که من انتا کیوبی داشته باشم، دو به توان انتا بیسز استیت دارم، پس دو به توان انتا انگار تصویر رو میتونم اینجوری انکد بکنم.
ولی خب مشکلی که وجود داره اینه که اگر که من تعداد مثلا این تصویرام خیلی بزرگ باشن، مثلا اگر که من یه تصویر مثلا 10x10 داشته باشم که حالا فرض کنم که اصلا بلک اند وایت باشه و 0x1 باشه اینتریایی که داره، اون وقت من 100 تا کیوبیت لازم دارم که بتونم اینا رو در واقع انکدشون بکنم. و حالا اتفاق بدتر وقتی میفته که من تعداد دیتا پوینت هایی که دارم، یعنی تعداد مثلا تصاویری که دارم، خیلی خیلی کمتر از سایز هر کدوم از اونا باشن. یعنی مثلا فرض کنید مثلا من فقط 10 تا تصویر دارم که هر کدومشون مثلا مثلا 100 تا سایزشون 100ه، خب اگه 100 تا کیوبیت داشته باشم فقط برای اینکه این 10 تا تصویری که میخوام رو کدشون بکنم و بفرستمشون توی کوانتوم کامپیوتر، پس یه انکودینگ خیلی اسپارس دارم که خیلی چیز جالبی نیستش و خیلی هزینه بره. در واقع هزینه‌ای که داره برای من هم مرحله انکودینگش که حالا هزینه بره، هم مرحله‌ای که تعداد کیوبیتایی که من دارم هم در واقع برای من هزینه هستن دیگه. پس خیلی انکودینگ جالبی در واقع برای من نمیتونه باشه. روش دوم اینه که من بیام از امپلیتیود انکودینگ استفاده بکنم. به چه شکل؟ به این شکل که فرض کنید که من دیتا پوینتم مثلا یه دیتا پوینت ایکس داشته باشم که انتا بیت داشته باشه، من میام اول اینو نرمالش میکنم، یعنی یه برداری ازش میشم که بردار نرماله و بعد اینو انکودش میکنم توی امپلیتودهای یه دونه استاتیک کوانتوم. حالا بذارید من یه مثال بزنم که این واضح تر بشه. فرض بکنید که من ورودی مثلا یه برداری باشه که 4 تا مؤلفه 1, 10, 5, و 4 داشته باشه. تو مرحله اول من اینو نرمالایزش میکنم که طولش 1 بشه و بتونه به شکل استاتیک سیستم کوانتومی نشون داده بشه. این نرمالایزیشن فقط مال اینه که نرمش در واقع 1 بشه و تبدیلش میکنم به این همچین چیزی که 1 روی رادیکال 142 در بردار 1, 10, 5, و 4 هستش. حالا وقتی میخوام اینو انکودش بکنم به این شکل میام این هر کدوم از این انتریایی که توی این بردارم دارم رو به شکل ذرایب این بیسز استیتام در واقع مینویسم و یه سوپرپوزیشنی انگار میسازم از این بیسز استیتام به کمک این ذرایبی که توی چیز دارم، توی این بردار ورودیم دارم. این هم یه روش دیگه برای انکودینگ داده هامون هستش که اینا همشون روش هایی هستن که واقعا مثلا هزینه بر هستن. یعنی همونطور که گفتم این قسمت انکودینگ قسمتی هستش که خیلی واقعا باید خیلی هوشمندانه این کار انجام بشه که در مورد اون تسکیف که میخوایم انجام بدیم واقعا مفید باشه. خب یه راه حل بود دیگه که وجود داره اینه که من انکودینگم رو کلن خودش هم وریشنال بذارم. به چه معنی؟ به این معنی که من به جایی که همونطور که من میام مثلا اون قسمت کامپیوتیشنال سرکتم رو براش متغیر میذارم، این متغیرها رو در طول الگوریتم ترینینگم ترینشون میکنم، من بیام انکودینگم هم یه جوری ترینش بکنم. خب این میدونی مثل چی مونه؟ مثل این مونه که فرض کن که من توی چیزای کلاسیکال نورال نتورک هم ایسی به اسم کرنل متد داریم که میادش یه فیچر مپی رو میزنه روی داده ها، مثلا داده ها خطی جدا پذیر نیستن، میاد یه فیچر مپی رو اینا میزنه یه جوری که داده ها مثلا دیگه خطی جدا پذیر بشن، یعنی که مثلا فاصله داده ها رو از هم دیگه زیاد میکنه یه جوری که من میتونم راحت اینا رو از هم دیگه جدا بکنم. مثلا فرض میکنید که من الان یه تعدادی مثلا تصویر زنبور و مورچه من اینجا دارم، خب اگه بخوام همینجوری اینا رو خودشون بکنم، اتفاقی که میفته اینه که اینا ممکنه که خیلی به هم دیگه نزدیک باشن توی وضع هیلبرت من و من خیلی راحت نتونم اینا رو از هم دیگه جداشون بکنم. خب کاری که میتونم بکنم اینه که من یه سری متغیر حالا بذارم توی این قسمت انکودینگم که فاصله این تصاویر رو از هم دیگه زیاد بکنه، جوری که من میتونم اینا رو به شکل خطی از هم دیگه جداشون بکنم. پس میتونه به این شکل نگاه بکنیم که انگار که این انکودینگ داره مثل یه دونه کرنل متدی که حالا توی چیزای کلاسیک داشتیم برای ما عمل میکنه و این کلاسیفیکیشن رو اینجا برای من یه جوری داره راحت ترش میکنه. خب حالا از این قسمت انکودینگ بگذاریم، برسیم با بخش دوم سرکتامون که بهش میگیم انساتس. انساتس یه واژه آلمانی هستش و به این معنی هستش که معنیش اینه که یه حدس هوشمندانه یا یه فرض هوشمندانه که من در اول که میخوام یه مسئله رو حل بکنم انجام میدم، بعد که مثلا حل میشه با اون جوابی که در میارم وریفای میکنم که این حدسی که زده بودم حدس خوبی بوده، یعنی در واقع یه بخشی از جواب من بوده. به همچین چیزی میگن انساتی، همچین معنی داره. خب حالا این حدسی که من میذارم اینه که من میخوام این چیزها رو چه شکلی بسازم دیگه، یعنی یه استراکچری باید در واقع برای این گیت هایی که دارم میسازم اینجا داشته باشم که این استراکچر از کجا میاد. ممکنه که خود مسئله من به من بگه که این استراکچر باید چه شکلی باشه، که حالا این کیو ای او الگوریتم رو احتمالاً ندیدین، خواستم خودم بیارم ولی احتمالاً وقت نمیشد امروز صحبت بکنم.
ولی این شکلیه که من یه مسئله اپتیمیزیشن به من میدن، مثلا فرض کنید که مثلا مکس کاتو به من میدن، یه گرافه، من میخوام یه کاتی توش پیدا بکنم که تعداد یالایی که داره پیدا میشه ماکسیمم داره قطع میشه تو این کات ماکسیمم باشه. خب من اینو یه دونه به شکلی یه دونه آیسینگ مدلش مینویسمش، یعنی به شکلی یه مسئله اپتیمیزیشن درش میارم، بعد کاست فانکشنی که دارم رو از روی این مسئله اپتیمیزیشن میسازم، بعد از روی این در میارم که استراکچر سیرکتم باید چجوری باشه، یه جوری که این کاست فانکشن مینیمم بشه میتونم استراکچر سیرکتمو در بیارم. خب یعنی یه مثالی که وجود داره اینه که من میتونم کلا این استراکچر رو از روی خود مسئله بسازم، یعنی مثلا میتونم به من کمک کنه که بسازم، یا مثلا هم مسئله VQA که توی VQE که توی تاک قبلی دیدین، اونم این شکلیه که حالا اونطوری که داشتن صحبت میکردن استرکچر یه جوری از در مسئله داشت درمیومد که چجوری برداشت، یا اینکه نه کلا من مختارم که هر جوری که دارم میخواد این گیتا رو انتخاب بکنم و این گیتا رو دور هم دیگه بچینم، و مثلا اینکه مثلا تابه هر من مختارم که هر جوری دارم میخواد انتخاب بکنم دیگه و بچینم و ببینم که سیرکتی که داره درمیاد نتیجش چی میشه. خب این اینتویشن، یه سری اینتویشن به من ممکنه کمک بکنه برای ساختن اینا. یکیش اینه که یه فیزیکال اینتویشنی داشته باشم از مسئله، مثل همین کیو ای او ای یا همون وی کیو ای که گفتم، یا اینکه میتونم از ماشین لرنینگ الگوریتمایی که وجود دارن استفاده بکنم و این دیتا رو به کمک اونا در بیارم و بچینمشون، یا مثلا یه رویکردی میتونم داشته باشم که نگاه بکنم ببینم که من چجوری اینا رو بچینم که ترین کردنم راحت‌تر بکنم. یعنی ممکنه که یه جوری باشه که اون مدل فانکشن من آخرش یه جوری در بیاد که ترین کردنش سخت‌تر بشه، اگه من یه جوری بچینم ممکنه که بتونم مثلا اون ترینینگم راحت‌تر بکنم. این هم یه اپروچ دیگه هستش برای اینکه من این اساسامو چجوری انتخابش بکنم. و چیز دیگه هم که هستش که اونم مهمه اینه که اکسپرسیبیلیتی مدلمون چقدر باشه، یعنی اینکه خب من هر جوری که این وریشنال این قسمت وریشنالمو بسازم انگار دارم توی هیلبرت اسپیس هم اون از اولی که دارم از صفر شروع میکنم و دادمو میارم توی سیزم توی مدارم توی نتورکم، من دارم یه سری روتیشن میزنم این چیزایی که دارم، این بردارایی که دارم و در واقع دیگه. خب هر چقدر که من بتونم روتیشن ها رو بیشتر بزنم و فضای بیشتری از این هیلبرت اسپیسمو بپوشونم، میتونم به جاهای بیشتری برسم از جایی که شروع کردم، پس اکسپرسیبیلیتی مدلم بیشتر میشه، پس میتونم مدلای بیشتری رو تخمین بزنم. ولی خب این یه چیز داره دیگه، یه در واقع باید یه ترید آفیه که بین اینکه چقدر اکسپرسیبیلیتی هر چقدر که بیشتر باشه ممکنه که برسم به اون جایی که اوورفیتینگ توی داده ها اتفاق بیفته، که حالا اگه که ماشین لرنینگ آشنا باشین حتما اوورفیتینگ داره دیدین، اگه که این اکسپرسیبیلیتی مدل من خیلی بالا باشه ممکنه که من اوورفیت بشم به داده های ورودیم و اون تست ارورم اون وقت بره بالا. پس خلاص یه ترید آفی هم اینجا وجود داره که من چجوری انتخاب بکنم که این اساسم چجوری باشه. خب اگه که علاقه‌مند شدین به این که ببینید که این اساسا چجوری انتخاب میشن، اینجا یه دونه مقاله من آوردم که اومده و انتخاب‌های مختلفی که میتونیم داشته باشیم برای این اساسا رو کنار هم دیگه گذاشته. حالا من فقط 8 تاشو اینجا آوردم، تعدادشون خیلی زیاده، و اینا رو بررسی کرده که هر کدومشون اکسپرسیبیلیتی مدلشون چقدر میشه، انتنگلمنتی که بهمون میده چقدر میشه، و با حواسه یه سری بررسی روشون انجام بده. اگه دوست داشتین میتونید مراجعه بکنید اینجا ببینینش. من چقدر دیگه وقت دارم؟ دکتر تقریبا ما تا یه 5 دقیقه دیگه اگه جمع‌بندی بشه ممنون میشه. اوکی باشه، سعی می‌کنم خیلی سریع‌تر بگم. خب قسمت بعدی ما اپتیمیزیشن هستش، که توی اپتیمیزیشن مشروط تکلیفی که وجود داره همون گرادینتی سنت که خب در موردش صحبت کردیم، خب یه روش راحتی هم وجود داره که توی جلوی کانتر ما بتونیم این گرادینتی سنت رو پیدا بکنیم که بهش میگیم شیفت رول، که کافیه که این پارامترها رو یه کوچولو تغییرشون بدیم و مدارمون رو دوباره ران بکنیم و میتونیم اون وقت این مشتق رو حسابش بکنیم توی همون مدار کوانتومی که داریم با دوباره ران کردنش. کلا از هر کلاسیکال اپتیمیزیشنی که داشته باشیم میتونیم برای این اپتیمیزیشنمون استفاده بکنیم، و حالا یه سری هم اپتیمیزیشن هایی به وجود اومده که کلا برای خود این وریشنال کوانتوم سیگت ها ساخته شدن، و این شکلی که میان استرکچر مدلی که داره اون سیکت مول میسازن نگاه میکنن و سعی میکنن از روی این استرکچر یه پسی رو پیدا بکنن که برای من بتونه اپتیمایز بکنه اون چیزی که دلم میخواد رو. خب حالا بریم سراغ اپلیکیشنش. خب من یه ذره سرعتم رو زیاد کردم که برسم اینم بگم. خب اپلیکیشنش هم حالا من خیلی 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 مختصر میخوام فقط در موردش بگم. خب ترانسفر لرنینگ رو حالا اگه که ندیدین من یه کوچولو توضیح میدم که چیه. ترانسفر لرنینگ جوری که فرض کنید که من یه دونه دیپ نورال نتورک داشته باشم
من میام اینو ترنت میکنم با یه ست داده، فرض کن که مثلا داده های من سگ و گربه هستش، من اینا رو میدم به مدلم، مدلم ترن میشه و از ماشینه ترن میشن و یاد میگیره که تشخیص بده که این تصویر ورودی من سگ یا گربه است. خب حالا یه دیتا ست دیگه ای به من میدن که حالا مثلا توی زنبور و پروانه است، من میخوام این زنبور و پروانه ها رو دوباره تشخیص بدم که میخوام این شبکه عصبی بسازم کنار هم دیگه تشخیص بده. میام مثلا اون شبکه عصبی که داشتم و سگ و گربه داشت تشخیص میداد استفاده میکنم. چیکار میکنم؟ میام لایه های اولمو وزنهاشو ثابت نگه میدارم، لایه های آخرم رو وزنهاشو متغیر میذارم و فقط اونا رو ترین میکنم و حالا این شبکه عصبی که دارم یاد میگیره که اینا زنبور یا پروانه هستن. و حالا ایده که پشت سر این هستش اینه که اون لایه های اولیه من انگار داره مثلا ایمپوزین که تصویرم رو تشخیص میده، داره مثلا نورای زیاد رو تشخیص میده، این شکلی که توی کل تصویر رو ممکنه که مشترک باشن رو داره برای من فیلتر میکنه یه جوری. اون لایه‌های آخریه داره میپرده به فیچرهای اصلی که حالا تفاوت مثلا زنبور و پروانه رو میخواد بفهمه، مثلا اینکه چه میدونم مثلا گربه سیبیل چه شکلیه، مثلا مال سگ چه شکلیه، اینا این چیزا رو داره تو لایه‌های آخر تشخیص میده. و حالا این اینتویشن به من کمک میکنه که بتونم در عملی همچین کاری انجام بدم و این باعث میشه که اون هزینه ترنینگ من توی اون دیتاست دومی که دارم خیلی بیاد پایین تر دیگه، چون تعداد اون چیزای وریشنالی که دارم خیلی کم میشه، تعداد وزنایی که دارم متغیر میذارم که میخوام ترنینشون بکنم خیلی کمتر میشه. حالا من میتونم این ایده رو بیارم توی دنیای کلاسیک به این شکل که اون قسمت اولیه رو از اون سیکت کلاسیکم بگیرم، قسمت دومش رو کوانتومی بکنم. و حالا یه سری کارهایی هم توی این زمینه انجام شده، یکی دو تا مقاله توی این زمینه هستش که اومدن این کارو کردن و حالا یه سری ریزالتایی هم گرفتن. توی زمینه های دیگه هم در استفاده شده، مثلا توی کوانتوم کلاسیفایر داریم، مثلا توی همون امنیست که گفتم یه چیزایی درآوردن برای چیزای کوانتومی، اینا هم که تونسته مثلا اونا رسم دیگه تشخیص بده. بعد این جنراتیو مدل‌ها رو اومدن به شکل کوانتومی مدلشون کردن. جنراتیو مدل هم که میدونید که مثلا اوت اف نوور میخواد مثلا یه تصویر بسازه دیگه. یا مثلا این کانولوشنال نورال نتورک ها رو ما داریم که کانولوشنال نورال نتورک این شکلیه که من یه تصویر بزرگ که داشته باشم میتونم تیکه تیکه بکنم و انگار که یه ماسک که روی تصویر داره حرکت میکنه تیکه تیکه تصویر رو میبره تو و اینا. حالا اینا اومدن کوانتومیش کردن که بهش میگن کوانولوشنال نورال نتورک یا همون کوانتوم کانولوشنال نورال نتورک، که این میتونه یه در واقع کمک بکنه به من، چون که سایز ورودی مو دارم تیکه تیکه میکنم، چون من میدونم که تعداد کیوبیت ها محدودن، ممکنه که انتخاب خوبی باشه برای اینکه من بتونم مثلا تصاویر بزرگو بدمش به یه دونه نورال نتورکم. اگه که علاقه من بودین که اینا رو بخونه میتونیم این منابعی که اینجا گذاشتم رو برید و بیشتر نگاه بکنید در موردشون. خب این اسلاید آخری که من در موردش میخوام بگم دیگه جمع میکنم. خب حالا چیزی که گفتم میخوام ببینم که اصلا کلا کوانتوم ادوانتج ما داشتیم، حالا این اپلیکیشنی که گفتم هیچ جا بوده که مثلا من یه تسکی با چیده کوانتومی حل کرده باشم که بهتر از دنیای کلاسیک جواب داده باشه؟ متاسفانه نه، هنوز به همچین جایی نرسیدیم. حالا من این تصویر از سایت آی بی ام در واقع برداشتم. این چیزی که اینجا هستش اینه که داره میگه که من توی زمانی که داریم حرکت میکنیم و جلو میریم، توانایی که ماشین های کلاسیک من دارن به شکل خطی داره زیاد میشه، ولی قدرت ماشین های کوانتومی من این چیزی شبیه نمایی زیاد میشه و من اگر که تو این قسمت هاشور خورده قرار بگیرم جایی هستم که کوانتوم ادوانتج دارم، یعنی ماشین کوانتومی قدرتشون از ماشین های کلاسیک بیشتر شده، ولی ما الان اینجا هستیم، یعنی هنوز این مرزه رو که میتونیم برسیم به قسمت کوانتوم ادوانتج هنوز رد نکردیم، ولی امیدواریم و کارهایی هم که الان انجام شده یه چیزایی رو داره در واقع به ما نشون میده. برای مثال مثلا یه سری کارهایی هستن که روی همین کوانتوم نورال نتورک ها انجام شدن و خب چون که ما محدودیت داشتیم نتونستیم دیتا ست خیلی بزرگ رو بهشون بدیم، ولی با دیتا ست کوچیک اومدن این کار رو انجام دادن که اومدن مثلا یه سری مدل هایی ساختن که با تعداد پارامترهای کمتر اکسپرسیبیلیتیشون نسبت به مدل های کلاسیکی که همونقدر پارامتر داشتن بیشتر بوده و اینکه ترینینگشون هم حالا روی همین دیتا ست های کوچیک که میتونیم بهشون بریم سریعتر اتفاق افتاده و برامپلاتو هم نداشتن. پس میتونیم امیدوار باشیم که اگر حالا یه کامپیوتر داشته باشیم که بیگ اسکیل باشه بتونیم این تسکار بزرگترشون بکنیم و در مورد مسئله بزرگتر هم در واقع استفاده بکنیم ازشون. خب من صحبتم اینجا تموم شد. خب ممنون از ارائهتون دکتر. ما یه چند ثانیه دیگه به صورت تصویری در خدمتتون هستیم، سوالات و در واقع بقیه ارائه رو در واقع ما دیگه جمع‌بندی کنیم و به اتمام برسیم. باشه.
سلام دوباره خدمت همه بینندگان و خانم دکتر لیلا تغوی. ممنون از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و این ارائه رو در خدمتتون بودیم. حالا با سختی‌های اینترنت و همه این در واقع مسائل جانبی، خانم دکتر تغوی، ما یک سوال از خدمت شما بپرسیم و حالا اگر لطف کنید، اگر مایل بودید یک راه ارتباطی بفرمایید که ما در لایو در واقع قرار بدیم که دوستان اگه سوالی داشتن یا حالا به هر نحو بتونن با شما در ارتباط باشن، و اگر فایل ارائه هم خدمت دوستان بگم بینندگان، اگر خانم دکتر اجازه بدن ما بعد از اتمام رویداد ما اون رو در سایتمون قرار خواهیم داد. خب من سوال خدمتتون بپرسم. پرسیدن روش آموزش داده‌ها در حالت کوانتوم مثل شبکه عصبی در حالت کلاسیک هست یا متفاوته؟ خانم دکتر تقوی، ما صدای شما نداریم. اگر صدای ما رو دارید، ما صدای شما نداریم خانم دکتر تقوی. الان صدا ما داریم؟ بله بله صدای شما رو هم دارم. چه صدای من قطع میشه؟ اگه ممکنه یه بار که سوالو بخونین یادم رفت. بله بله، پرسیدم که روش آموزش داده در حالت کوانتوم مثل شبکه عصبی در حالت کلاسیک هست یا متفاوته؟ روش آموزش، منظورتون از روش آموزش اون قسمت اپتیمیزیشنمونه؟ اگه منظور اپتیمیزیشنه که خب صحبت کردم در موردش دیگه، یعنی ما میتونیم از اون الگوریتم کلاسیک هم استفاده بکنیم، به طور خاص مثلا گریدینت دیسنت رو میتونیم استفاده بکنیم یا هر چیز کلاسیک دیگه ای که داشته باشین. ولی خب یه چیزایی هم هستن که مختص خود سیستم کوانتومی طراحی شدن که حالا همونطور که گفتم میان از روی مدلی که میسازیم برای سیستم کوانتومیمون استفاده میکنن و حالا یه مسیری رو برای اپتیمیزیشن پیدا میکنن. خب ممنون از شما. شما فکر کنم قطع شد وسطش یا صدای من ندارین الان؟ نه الان صدایتون داریم. من یه لحظه ما ارتباط خودمون قطع شد، میخواستم جواب سوال به اتمام رسید. بله بله، من تا آخرش گفتم نمیدونم، حالا اگه وسطش قطع شده میخواین بگم دوباره. نه ارتباط خودمون ما قطع شد یه لحظه. سوال دیگه هست، این ممکنه یک بار دیگه ساده تر روش حدس هوشمند رو توضیح بدید؟ ببینید مثلا آره بله، خب این شکلیه که خب اون اتفاق برامپراتوری که میفته اینجوریه که ما اگر که اون پارامترهایی که توی سیرکتمون هستن به شکل رندوم بذاریمشون، خب این باعث میشه که من به برامپراتور بر بخوریم. خب این هوشمندانه میتونه مثلا این شکلی باشه که شما یه تیکه ای از سیرکتتون رو مثلا پارامترهاش رو رندوم بذارین و بقیه رو یه جوری بذارین که مثلا اون چیزی که میسازین، اون مدل، اون ببخشید، اون قسمت وریشنی که میسازین آیدنتیتی بشه. یه روشی که مثلا وجود داره برای اون هوشمندانه سازی این شکلی، یعنی تتاها رو یه جوری میسازن که اون چیزی که ازش میگیرن آیدنتیتی باشه. یه روشش این که مثلا روش دیگه این شکلیه که شما میتونید مثلا یه خورده مثلا چیز به کمک سای کلاسیک مثلا شما یه مقداری اپتیمیزیشن رو انجام بدین تا یه جایی، بعد اونو به عنوان ورودی بدینش به مسئلتون که مثلا از یه جای خیلی خوبی شروع بکنید دیگه، یعنی کمک کاملا رندوم نباشه، یعنی از یه جای شروع بکنید که مطمئن باشین که نزدیک هستین به جواب خروجیتون، یعنی یه شهودی از مسئله داشته باشین، از اون شهوده به شما بگه که مثلا پارامترتون کجا باید مثلا شروع بکنید که کاملا رندوم نباشه. تو بعضی از مسائل واقعا ممکنه که این کار بتونیم انجام بدیم. ممنون از شما، خیلی خیلی لطف کردید خانم دکتر تغوی که دعوت ما رو پذیرفتین و ما تونستیم در خدمت شما باشیم. امیدوارم که همه دوستان استفاده برده باشن و بتونن که حالا در حوزه‌ای که دوست داشتن و علاقه داشتن مطالب جدیدی رو یاد گرفته باشن. خانم دکتر، من اولش گفتم، حالا احتمال میدم که صدای ما رو ممکنه اول نشنیده باشید، گفتم یک سری دوستان یک سری سوالات هست و یا حالا راه ارتباطی درخواست کرده بودن، اگر مایل بودید بفرمایید که ما
یا برای ما بفرستید که ما در لایومون و کانال در واقع ارتباطی خودمون قرار بدیم و بتونن دوستان علاقمند با شما در ارتباط باشن. باشه حتما من ایمیل هم میفرستم براتون. ممنون فایل ایرانم اگر که بخواییم میذارم که اگه خواستیم میتونیم داریم. لطف میکنید. فایل ایرانم ایشالله خدمت بینندگان بگم. بعد از اتمام رویداد ما در داخل خود سایت ایشالله قرار خواهیم داد.